میخوایم الان راجع به خوب گوش کن اون آخر کلاس لطفا خیلی خوب دل بده میخوایم راجع به مفهوم بسیار ارزشمندی تحت عنوان مقاومت الکتریکی صحبت کنیم از این جای کار به بعد اصطلاحاتی که یاد میگیری بسیار جون داره یعنی اگه تا الان 6 دنگ حواست تو کلاس بود از اینجا به بعد باید 600 دنگ حواست تو کلاس باشه مطالب داره رفته رفته پیچیده تر عملی تر کاروردی تر لذا میخوام دقت بکنی بهش خیلی بیشتر از گذشته اوکی بریم سراغ مفهوم ارزشمند مقاومت اصلا مقاومت چی بذار یه مثال بزنم جوندار بگیری ها فرض کن میخوای از این در بیای بیرون بیای تو ها در سالن بازه میخوای بیای تو خب خیلی راحت در بازه دیگه از تو چارچوب رد میشی میای تو اوکی حالا من در رو میبندم میخوای بیای داخل وقتی درو در باز میکنی میای باید نیروی وارد بکنی که این اصطلاحا نیروی تو به استکاک بین در و هوا غلبه بکنه قبوله؟ خیلی راحت بازم چون هوا خیلی استکاکی با در نداره بازش میکنیم یا داخل سالن حالا یه سوال بپرسم فرض کن من بیام پشت در رو بگیرم تو میخوای بیای داخل چه اتفاقی میفته؟ حالا بهت میگم به میزانی که من دارم زور میزنم دارم نیرو وارد میکنم تو هم باید نیرو وارد کنی تا بتونی غلبه بکنی بیای داخل سالن اوکی خیلی جون داره این مثالا حالا عوض بکنیم مثالو فرض کن ما ده نفریم پشت درو گرفتیم صف گرفتیم درو تو میخوای بیای داخل سالن چطوری میای باید نیروی وارد بکنی به اندازه ده نفر گرفتیم موضوع به اندازه ده نفر عزیزم قربونت برم این مفهوم مقاومت به همین راحتی به را همین خوشمزی اگر بخوای در جریان باشی بخوای حرکت بکنی باید غلبه بکنی به چی به نیرویی که پشت داره دقیقا مفهوم مقاومت الکتریکی هم همینه نگاه کن مگه من نگفتم الکترون حرکت میکنه تو سیستم گفتم دقیقا درسته خب این الکترون وقتی میخواد حرکت بکنه تو سیستم داره با یک سری مقاومت روبرو میشه چه مقاومتی دقت کن فرض کن من بیام یه تیکه از سیمو بذارم زیر ذره بین تو با قدرت ذهنت برو داخل این سیم یه ماده است دیگه فرض کن از جنس مسه با قدرت ذهنت برو چی میبینی یه سری اتم میبینی اینجاها درسته احتمالا یه سری هم ناخالصی میبینی مثل خالص که نیست سیم یه سری ناخالصی داخلشه خیلی خوب این هم یه سری ناخالصی بیا اینجاها می میکشم قبوله حالا من میام یه انرژی الکتریکی یه چشم سوم یه انرژی خارجی مثل منبع ولتاژ به این سیمه وصل میکنم رضا اختلاف پتانسیل شکل میگیره اختلاف پتانسیل که شکل میگیره یعنی اختلاف بار الکتریکی اختلاف بار الکتریکی عامل آزاد شدن الکترون بود بود یا نبود درست های فرادی الکترون آزاد میشد الکترونی که آزاد میشه میل به حرکت داره از این اتم میره تو اتم اتم بعدی از اتم بعدی به اتم بعدی هم تو انتقال پیدا میکنه وقتی منبع ولتاژ میاد دیگه کلا این الکترون های آزاد شروع میکنن به حرکت کردن یعنی ایجاد جریان حالا تو مسیر وقتی میخوان حرکت بکنن اینجوری میشه نگاه کن فرض کن فرض کن که این یه الکترونه این یه الکترونه میخواد حرکت بکنه میخواد به مسیرش ادامه بده میخوره به این مانع این چیه این یه ناخالصیه اوکی okay. بعد رد بکن این سرعتش رو میگیره از این اخالصی رد میشه میاد میخوره به یه مولکول دیگه به یه اتم دیگه درست شد با سرعتش گرفته میشه میبینی این بیچاره باید کلا شروع کنه به زیگزاگی رفتن کلا شروع کنه این موانع رو رد کنه این سرعتش رو میگیره اینو میگیم مقاومت الکتریکی حالا که مقاومت الکتریکی به چی بستگی داره چه محاسبه میشه ها چیه همه رو کامل باز میکنم و این مفهوم رو من مثال ملموس برات زدم که لمس بکنی درکش بکنی مقاومت یعنی چی مثلا این الکترونه میخواد حرکت بکنه اما چهار نفر دارن جلو پاش سنگ میندازن این ای سنگ همون مقاومت ها از دل نمیدن الکترونه حرکت بکنه اونجور که دلش میخواد بتازونه برای خودش بره جلوشو میگیرم یعنی وایسا سرعتشو میگیرم این همون مقاومت الکتریکی است عزیز مقاومت الکتریکی اصطلاحاً جریان الکتریکی رو محدود میکنه خیلی جوندار بودا مگه حرکت الکترون ها نمیشد جریان الکتریکی چرا؟ خب مقاومت الکتریکی داره جریان الکتریکی رو محدود میکنه یعنی چی؟ یعنی اجازه نمیده الکترون حرکت کنه هی محدودشون میکنه هی میگه وایسی نری حرکت نکن حالا این مقاومت به یه سری عوامل بستگی داره که یک به یک بررسی میکنیم و بازش میکنیم بیا تو تصویر رو پاورپوینت رو نگاه کن من مفهوم مقاومت رو بررسی بکنم به عاملی که خوب گوش کن بزرگوار به عاملی که موجب کاهش و محدود شدن جریان الکتریکی در مدار میشه میگیم مقاومت الکتریکی خیلی قشنگه ها, ها کاهش و محدود شدن جریان الکتریکی خب قربون جریان الکتریکی چی بود جریان الکتریکی حرکت الکترون ها بود اوکی خود مقاومت الکتریکی رو با چی نشون میدیم بذارید من بچه‌ها سفرم براتون فول اسکرین کنم که شما کامل کامل ببینید به اجازه بدید من سفرم براتون بازش بکنم خیلی عالی شد دقت کن بزرگوار عملا مقاومت الکتریکی رو ما با آر نشون میدیم تحت عنوان رزیستور اوکی واحد مقاومت الکتریکی چیه اهمه میبینی این علامت اهمه یه شکل خیلی قشنگ اینجا هست نها کن جریان الکتریکی باعث میشه الکترون ها حرکت بکنن حرکت بکنن وقتی میرسن به یه مقاومت نها کن سرعتشون گرفته میشه حرکت میکنن و به مقصد میرسن و اما سرعتشون گرفته میشه دیگه نبا اون سرعت این یعنی محدود کردن جریان الکتریکی اوکی خیلی خوب بریم سلاید بعد اینجا هم خیلی قشنگه انیمیشنه تقریبا همین شکلی که من برای توضیح دادم الان یه مقاومت الکتریکی اینجا هست میبینی؟ الکترون رو دارن حرکت میکنن میان میخورن به یه سری موانع اوکی؟ میبینی؟ دور این موانع مجبور میشن به چرخن و حرکت کنن برن. این باعث میشه سرعتشون گرفته بشه اوکی؟ حالا این تفاوتی که یه تفاوتی داره این شکل با شکلی که من پای تابلو کشیدم اینجا یه مقاومت الکتریکی کشیده اوکی؟ من مقاومت سیم رو توضیح دادم مقاومت سیم از این مقاومتی که اینجا کشیده شده خیلی کمتره. پس دو تا نتیجه اینجا گرفتیم یک هم سیمی که داره جریان ازش عبور میکنه دارای مقاومت دو هم ما میتونیم به صورت خارجی اکسترنال یه مقاومت بر به مدار اضافه بکنیم چقدر جالب خوب دقت کن یه جنبندی بکنم یکی از کاربردهای مقاومت بچه ها محدود کردن جریان الکتریکی یعنی یه جاهایی هست من نمیخوام دستی نمیخوام جریان بیش از حد مجاز بشه مثال میزنم عملی هم برات میبندم ببینی ها میان مقاومت اکسترنال مقاومت خارجی میذارم تحت عنوان مقاومت الکتریکی یه سری تجهیزاتی ما داریم توی سر تحت عنوان مقاومت الکتریکی اینا رو میگیرم میذارم توی مدار استفاده میکنم اوکی از این انیمیشنی که الان توی پاورپوینت شما دیدی یه مقاومت خارجی اینی که من پای تابلو توضیح دادم این مقاومت سیمه رفیق هر تجهیزی که ما کلا باهاش کار میکنیم تو فضای واقعی تو فضای ریل یه مقاومتی داره خالص 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 ما خیلی کم پیدا میکنیم حتی بهترین هادی ها هم یه مقاومتی دارن اینو در نظر داشته باش بیا تو اسلاید حالا وقتی میریم جلوتر بیشتر این مپس برات جا میفته دقت کن اینجا باز خیلی قشنگه یه دونه LED یه دونه چراغ فرض بکن اینجا ما گذاشتیم مقاومت نداره میبینی وقتی که الیدی رو وصل میکنیم به منبع تغذیه بچا این یه دستگاه تحت عنوان پاور سپلای یا منبع تغذیه وقتی ما میایم این الیدی رو وصلش میکنیم به منبع تغذیه جریان میکشه و این الیدی میسوزه میبینی ما اینجا میایم یه مقاومت با این الیدی اصطلاحا میبندیم سری میکنیم آه؟ و منبع رو به LED به مجموعه LED و مقاومت وصل می‌کنیم می‌بینی این مقاومته عملا میاد جریان الکتریکی رو محدود میکنه حرکت الکترون ها رو کند میکنه لذا دیگه الیدی اتفاقی براش نمیفته و خیلی قشنگ شروع میکنه به کار کردن لذا مقاومت برای محدود کردن جریان الکتریکی در مدارات نقش بسزایی داره این نکته رو فراموش نکن